مصاحبه گر ظاهرا خانومی است به نام فرزانه تهرانی. ایشون در آغاز این یادداشت یا مقاله و یا گفتگو می نویسه 45,000 میلیارد تومان یارانه نقدی، 80,000 میلیارد تومان حقوق و دستمزد کارمندان و 25,000 میلیارد تومان کمک برای تأمین کسری حقوق بازنشستگان در طرف تعهدات دولت. یک صفحه کاغذ رو برداریم، یک طرفش بنویسیم تعهدات دولت، یک طرفش بنویسیم درآمدهای دولت. 3 تا رقم عمده طرف تعهدات دولت، 45 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی باید به مردم بدم، 80 هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد کارمندان دولت، 25 هزار میلیارد تومان کمک برای تأمین کسری حقوق بازنشستگان این طرف درآمدها، 70 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی و 80 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در این طرف، در طرف درآمدها نشون میده دولت در سال آینده با درآمدهای حاصل از نفت و مالیات تنها میتونه دستمزدها و یارانه ها رو پرداخت کنه. و این به مفهوم اونه که دولت از سال 94 یکی دو بار دیگه تبدیل میشه به صندوق پرداخت حقوق و دستمزد، همین، یا به بیان ساده تر سال آینده عصر پایان راهبری توسعه ملی توسط دولت آغاز میشه. تحلیل محسن رنانی کارشناس اقتصادی از آینده بازار نفت چند سال پیش، یعنی دقیقا سال 87، در کتاب اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران به نگارش درآمد. یعنی این آقای رنانی در سال 87 یک کتابی منتشر کرده بود، عنوانش بود اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران. در سالهایی که افزایش قیمت نفت طلایی ترین دوران درآمدی کشور رو رقم میزد، رنانی در کتابش که 5 نسخه از اون رو مسئولان وقت داده بود هشدار میداد که این خوشحالی چندان پایدار نیست و پس از یک دور افزایش قیمت نفت به بالای 100 دلار افت قیمت شروع خواهد شد. امروز هم او، مهم اینه گوش کنید، پیش بینی میکنه احتمال افزایش قیمت نفت وجود نخواهد داشت و اگر بنابر وقوع شرایطی خاص مانند ایجاد ناامنی در عربستان یا اتفاقاتی از این دست هم قیمت نفت اندکی بالا بره، این افزایش با ثبات نخواهد بود.
این تحلیلگر اقتصادی معتقده قیمت ها به تدریج تا سطح بالاترین هزینه تمام شده تولید نفت در دنیا، یعنی حدود 35 دلار افت خواهد داشت. همین طور میاد پایین تا میرسه به اون بالاترین سطحی که تولید نفت قیمتش تموم میشه، 35 دلار. این استاد اقتصاد در دانشگاه اصفهان از سال 1391 با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکرده. هر چه از او در این سالها می‌خوانیم سخنرانی‌ها یا مقالاتش. در این سالها او جز درباره کتاب اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی مصاحبه نکرده و اکنون نیز موافقت میکنه که به بهانه انتشار نسخه کامل همین کتاب درباره آینده نفت و پیامدهای آن برای توسعه ایران با مجله شرق به گفتگو بنشینه. رنانی در ابتدا احتمال توطئه سیاسی بودن کاهش قیمت نفت رو رد میکنه. این که میگن آقا این دست آمریکا و عربستان در کار، عربستان برای این کار رو کرده، نمیدونم صهیونیسم بین المللی این است و شرکت های نفتی، یعنی این کاهش قیمت نفت حاصل یک توسعه سیاسی نیست. او معتقده عدم کاهش تولید نفت عربستان یک سیاست بلند و یک اشتباه محاسباتی کوتاه مدت از سوی این کشور. اینکه عربستان میخواد سطح تولیدش همینطور بالا نگه داره، میگه این یک سیاست دراز مدت برای این کشور و البته یک اشتباه محاسباتی کوتاه مدت هم هست. و در ادامه هشدار میده که شکست دولت روحانی در ساماندهی اقتصاد کشور میتونه به شکست در حوزه‌های دیگر نیز بیانجامد و اکنون زمان برای آزمون و خطا برای کل نظام تدبیر به پایان رسیده. در این گفتگو تحلیل‌های تکان دهنده از او درباره اقتصاد ایران میشنویم که برای جلوگیری از وقوع آن تمام قوای کشور باید به پا خیزند و دولت را یاری کنند. کدوم قوا؟ چه کسانی به پا خیزند؟ این دشمنان قسم خورده‌ای که در جناح‌های گوناگون بر سر قارت مملکت با هم در ستیزند، اینها باید برای جلوگیری از وقوع فاجعه به پا بخیزند و دولت را یاری کنند. محسن رانی همچنین نابودی داعش را هدف قرب نمی‌داند و در تحلیلش به چرایی نیاز غرب به داعش اشاره میکنه که حالا این گفتگو رو میشنه. مصاحبگر میپرسه انتشار نسخه کامل کتاب اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران که پیشبینی افت قیمت نفت را در افق بلند مدت مطرح کرده بود
با وجود اتمام تحریر آن در سال 1387 تا امروز به درازا کشیده. چند چیزی سبب شد که سال گذشته جلد نخست کتاب را منتشر کنید و چرا اکنون در صدد انتشار نسخه کامل کتاب برآمدید؟ آقای رنانی پاسخ میده: کتاب مناقشه اتمی را در سال 84 شروع کردم و در بهار 87 تحریر آن به اتمام رسید. در مهر 87 5 نسخه از این کتاب را تکثیر کردم و در اختیار مسئولان قرار دادم. در طول 3 سالی که به نگارش کتاب مشغول بودم، یعنی بین سال 84 تا 87، آنقدر فضا بسته بود و گفتگو درباره مناقشه اتمی تابو شده بود که نام کتاب را هم در محیط کارم عنوان نمی کردم و این طور بیان می کردم که مشغول نگارش کتابی درباره نفت هستم. در این حال هرچه زمان می گذشت بیشتر نگران پیامدهای ناشی از ادامه مناقشه اتمی ایران بودم. در سال پایانی دولت دهم تقریبا برای همه مشخص شده بود که مسیری را که در مناقشه اتمی می رویم مسیر خطایی است و به نتیجه نخواهد رسید. بحران‌های اقتصادی ناشی از مدیریت نادرست و عواقب تحریم‌ها نیز کم کم در حال آشکار شدن بود. زمان انتخابات 92 را برای انتشار بخشی از کتاب مناسب دیدم. اولا فضا کمی بازتر شده و احتمال اینکه مشکلاتی برای انتشار کتاب به وجود آید کاهش یافته است و دوم اینکه امیدوار بودم در فضای دوره تبلیغات انتخاباتی ایده ها و هشدارهای این کتاب مطرح بشه و خطرات و خسارات ادامه مناقشات اتمی به فضای عمومی کشیده بشه تا راه رو برای مسئولان و مذاکره کنندگان در جهت حل مسئله هموارتر کنه. مصاحبه‌گر میگه: آقای دکتر، شما در این کتاب پیشبینی هایی در خصوص افت قیمت نفت پس از یک دوره افزایش دارید که امروز تحقق آن را می‌بینیم و این را مطرح می‌کنید که غرب می‌خواهد سلطه بلا منازع خود را بر نظام جهانی با پروژه عبور تمدن‌ها از طریق عدم اتکا به انرژی فسیلی محقق کند. بر این اساس افزایش قیمت نفت را به مدت 7 تا 10 سال مؤثرترین ابزار برای تحقق هدف غرب می دانید که در نهایت به بازنده شدن کشورهای نفتی می انجامد. بر پایه این پیشبینی اتفاقات امروز بازار نفت را تا چه حد سناریویی از پیش تعریف شده غرب میداد؟ آقای رنانی پاسخ میده: واقعی که در حال رخ دادن است، یعنی افت قیمت نفت، را در راستای تحلیل این کتاب میبینم. بجز این که من پیش بینی کرده بودم که این کاهش در فاصله سالهای 2018 تا 2020 شروع خواهد شد، حالان که این کاهش چند سال زودتر شروع شده. دلائل ولی همان دلائلی است که من در کتاب عنوان کرده بودم.
علت این تعجیل افت قیمت نیست، آن است که ما در عصر تکنیکی فناوری هستیم و دیگر فناوری قابل پیش بینی نیست. اگر 10 سال پیش می توانستیم پیش بینی کنیم که 2 سال آینده چه فناوری های ظهور پیدا می کنه، امروز برای 6 ماه آینده نیز نمی تونیم پیش بینی داشته باشیم. بنابراین به خاطر پدیدار شدن فرایند تکنیکی در فناوری و سرعت گرفتن تحولات، برخی تحولات امروز در فناوری استخراج در 9 سال پیش که نگارش کتاب را شروع کردم قابل پیش بینی نبود. مثلا من در کتاب آوردم که بعد از اینکه قیمت نفت افزایش پیدا کنه، تولید نفت های نامتعارف اقتصادی میشه. منظور از نفت های نامتعارف نفت هایی است که در بستر اقیانوس هاست و استخراج اونها پرهزینه است و قیمت نفت باید بسیار افزایش پیدا بکنه تا استحصال آنها یعنی تولید اونها مقرون به صرفه باشه. اما اون زمان پیش بینی نمی کردم که نفت ماسه‌ای نفت شیل پیدا بشه و این حجم عظیمی از نفت را به بازار عرضه کنه. آن زمان به دلیل پیچیدگی مسئله هیچ فناوری جدی پیدا نشده بود که نفت شیر رو استخراج بکنه. امروز فناوری تا حدی پیشرفت کرده که نفت شیر رو نیز استحصال میکنن. این واژه استحصال یعنی درآوردن نفت از این سنگ های نفتی. در کتاب من صحبت از نفت های نامتعارف در بستر اقیانوس ها هم مطرحه، اما در عمل هم به علت پیشرفت فناوری هم به علت افزایش قیمت نفت، استخراج نفت شیل مقرون به صرفه شد. بنابراین یک باره با ورود نفت شیل به بازار با سرعتی عجیب و باور نکردنی تولید نفت آمریکا بالا رفت. بنابراین افزایش تولید نفت آمریکا و کاهش واردات نفتی این کشور در عمل ناشی از افزایش قیمت نفت بوده، یعنی همان دلیلی که من پیش بینی می کردم. اما سرعت این تحول به علت ورود سریع نفت شیل به بازار بوده. در کنار ورود نفت شیل، سایر نفت های نامتعارف نیز در حال ورود به بازاره و همچنین انرژی های نو نیز در حال پیشرفته و اثر خودشو با کاهش تقاضا برای نفت در بازار خواهد گذاشت. یعنی مسئله این نیست که عربستان سعودی تصمیم گرفته که سطح تولید رو بالا نگه داره و این دلیل اینا رو من دارم اضافه میکنم و این دلیل کاهش قیمت نفت شده. نه، ایشون میگه من نمیدونستم که فناوری این چنین سریع پیش بره که نفت شیل قابل عرضه به بازار بشه، تولیدش اقتصادی بشه، منابع غیر متعارف دیگه‌ای هم در دنیا مورد استفاده قرار بگیره، نفت مثلا بستر اقیانوس ها. از طرف دیگه پیشرفت فناوری در زمینه تولید انرژی، مثلا انرژی بادی، انرژی آفتابی و و و همه اینها سبب شد که آمریکا بزرگترین وارد کننده نفت وارداتش کم بشه، سبب شد که مصرف نفت معمولی کاهش پیدا بکنه، تقاضاش کاهش پیدا بکنه. اینها دلایل پایین آمدن قیمت نفته. پرسشگر میپرسه در سالی که با وجود
تداوم بحران در اقتصاد اروپا، هنوز نیاز به نفت در بازارهای جهانی کاهش قابل توجه نداشته، برخی از کارشناسان کاهش قیمت را یک پدیده اقتصادی و نتیجه افزایش عرضه نفت ناشی از ورود نفت شیل به بازار، یعنی انرژی فسیلی غیر متعارف می دانند، و برخی آن را پدیده سیاسی و نتیجه رویارویی با تبانی عربستان و آمریکا عنوان می کنند. حتی رئیس جمهور منظورش روحانی در سخنانی این اتفاق را فراتر از مسائل اقتصادی و توطئه دانسته بود. یا برخی به تنش‌های خاورمیانه و اوکراین و روسیه و همچنین افزایش تولید لیبی به عنوان یک عامل مؤثر نگاه می‌کنند. ارزیابی شما از این پدیده‌ها چیست؟ آقای دکتر رنانی میگه کاهش قیمت نفت را نه توطئه می‌دانم و نه خارج از تحلیل کتاب اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی، اما قطعا افزایش تولید نفت عربستان و لیبی در این افت قیمت تأثیر گذاره. این که درگیری روسیه و اوکراین تونسته بر بازار نفت اثر بگذاره، البته اثر بگذاره، اما اثرش به صورت افزایش قیمت ظاهر میشه نه کاهش. واقعا هم اینطوره. یعنی خاطرتون هست هر بار که در خاورمیانه یک جنگ بزرگی در میگرفت، یک دلواپسی شکل میگرفت، قیمت نفت میرفت بالا. و حالا میگه آقا این بحران اوکراین در شکل سابقی اگر بهش نگاه کنیم میبایست موجب افزایش قیمت نفت میشد و نکاهشش. یک بار دیگه جمله رو میخونم، میگه اما قطعا افزایش تولید نفت عربستان و لیبی در این افت قیمت تأثیر گذاره. این که درگیری روسیه و اوکراین تونسته بر بازار نفت اثر بگذاره، البته اثر میگذاره، اما اثرش به صورت افزایش قیمت ظاهر میشه نکاهش، چون روسیه با تولید بیش از 10 میلیون بشکه نفت در روز بزرگترین تولید کننده نفت جهانه و هر تنشی که روسیه در اون درگیر باشه باعث افزایش قیمت نفت میشه. بنابراین ممکنه این کاهش قیمت سریع ناشی از همزمان شدن افزایش تولید لیبی و عربستان با ورود حجم عظیم نفت شیل به بازار باشه، اما روند کاهش قیمت طبیعی بوده و تقریبا پیش از تصمیم عربستان آغاز شده بود. این اتفاقات اونو فقط تسریع کرد. پرسشگر میگه آیا عربستان برای ضربه زدن به روسیه و ایران زیر بار کاهش تولید نرفت؟ آقای رنانی میگه من مخالف این هستم که عربستان به خاطر ضربه زدن به روسیه، سوریه و ایران حاضر نشد برای جلوگیری از سقوط قیمت تولید خودش رو کاهش بده. عربستان یک تحلیل بلند مدت 40 ساله داره که قیمت نفت نباید افزایش پیدا کنه. برای اینکه من عربستان اصلی ترین درآمدم از نفته و باید تا 40 سال دیگه نفت بفروشم و اگه قیمت نفت بالا بره، تولید انرژی های نو و جایگزین تسریع شده و نفت از گردونه مصرف جهانی خارج یا حداقل سهمش کم میشه و من دیگه نمیتونم نفت بفروشم. بنابراین باید قیمت نفت رو در یک حد متعادل نگه بدارم تا بتونم در 30-40 سال آینده این کالا رو صادر کنم. دکتر رنانی میگه این تحلیل کلی عربستان در 4 دهه اخیره.
پس عربستان برای تأمین منافع بلند مدت خودش به دنبال کاهش تولید و افزایش قیمت نفت نیست. بنابراین عربستان این کاهش قیمت رو در کوتاه مدت تسریع کرده، ولی اگر عربستان نیست بر این اتفاق دامن نمیزد، روند طبیعی کاهش قیمت با سرعتی آهسته ادامه میافت. عربستان معتقده به جای اینکه قیمت تا 3-4 سال دیگه به دلیل جایگزینی انرژی های نو مثلا به 35 دلار یا کمتر سقوط بکنه، الان روی 50 دلار بمونه بهتره تا نفت شیل از چرخه تولید خارج بشه یا دست کم سرعت تولیدش کاهش پیدا بکنه و عربستان بتونه تا 10 سال دیگه نفت صادر کنه. ولی من بر این باورم که این پیشبینی عربستان هم خطا از آب در خواهد آمد. یه توضیح بدم. عربستان فکر میکنه که من اگر قیمت نفتمو ببرم بالا، تولید کنندگان رو تشویق کردم که از نفت‌های غیر متعارف استفاده کنند، تولید اونا رو افزایش بدم، من با دست خودم رقیب خودم رو جایگزین دارم میکنم. دکتر رنانی میگه ولی من بر این باورم که این پیشبینی عربستان هم خطا از آب در خواهد آمد. قیمت نفت کاهش پیدا میکنه، ولی نه این که عربستان بتونه تا 10 سال دیگر بازار رو در اختیار داشته باشه. البته عربستان تا 10 سال دیگه نفت خواهد فروخت، ولی نه 10 میلیون بشکه در روز. این مقدار آرام آرام کاهش پیدا خواهد کرد. عربستان میخواد این کاهش اتفاق نیفته یا دیرتر و کنتر اتفاق بیفته. در هر صورت اگر قیمت نفت در حد همین 50 دلار هم باقی بمانه، روند جایگزینی انرژی های نو که با افزایش شدید قیمت نفت از حدود 30 دلار به بالای 100 دلار در دهه گذشته آغاز شد، دیگه قابل توقف و بازگشت نخواهد بود. چرا که سرمایه‌گذاری های عظیمی در حوزه انرژی های نو صورت گرفته و سرمایه‌گذاران ناگزیرند پروژه های خودشون را ادامه بدن. البته کاهش کنونی قیمت نفت اونها رو وادار خواهد کرد که روی ابداع و نوآوری در فناوری سرمایه گذاری کنند و هزینه تولید انرژی های نو رو کاهش بدن. البته در سالهای گذشته در این زمینه موفقیت هایی نیز به دست آوردن. مثلا در 6 سال گذشته 2 بار تونستند هزینه تولید پنل های خورشیدی رو به نصف کاهش بدن. من خودم یک تجربه‌ای در این مورد دارم. در مقاطعی در این 4-5 سال گذشته یک فروشندگان پنل‌های خورشیدی به خونه‌هایی که توی زندگی می‌کردم مراجعه می‌کردند که بیا آقا روی پشت بام خونه‌ت پنل‌های خورشیدی بگذار، مصرف برقت از این طریق جبران میشه، حتی تو بیش از مصرف برقت اگر تولید بکنی میتونی بفروشی و از این داستان ها. اوائلی که این پیشنهاد رو میدادن، تو باید برای نصب این پنل های خورشیدی چیزی در آغاز میدادی. همین دیروز در خیابان حرکت می کردم، روی یک اتومبیلی که مربوط به یکی از همین شرکت های تولید برق از طریق پنل های خورشیدی متعلق به یکی از این شرکت ها بود، نوشته بود
زیرو دان پیمنت. بیایید این پانل های خورشیدی رو نصب کنید، دیناری هم نپردازید، دیناری هم جلو به ما پیش قسط مثلا ندید. دکتر رنانی میگه مثلا در 6 سال گذشته 2 بار توانستن هزینه تولید پنل های خورشیدی را به نصف کاهش دهند. اگر این روند ادامه یابد به این معناست که حتی اگر قیمت نفت به 40 دلار هم کاهش پیدا بکنه، باز تولید انرژی های نو به صرفه خواهد بود. بنابراین دیگر روند بی بازگشت جایگزینی انرژی های نو شروع شده. از طرفی حتی اگر قیمت در سطح 50 دلار فعلی هم بمونه، باز تولید کنندگان نفت شیل تولید نفت رو رها نمی کنن. چرا که در دوره بالا بودن قیمت نفت سرمایه گذاری های عظیمی انجام دادند که اکنون باید از اونا بهره گیری کنند. به نفع اونهاست که به تولید ادامه بدن و سعی کنند در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کنند تا بتونن با بهبود فناوری هزینه تولید رو کاهش بدن. از این رو این که عربستان گمان کنه با کاهش قیمت تولید نفت شیل رو متوقف میکنه، پیشبینی نادرست نیست. عربستان با این کار خودش فقط سقوط بزرگ قیمت نفت رو تسریع میکنه، شتاب میبخشه. اینو من توطئه نمیدونم، این یک اشتباه محاسباتی از سوی عربستانه. عربستان مسئله تکنیکی فناوری رو در سیاستهای خودش لحاظ نکرده. مصاحبه گر میگه فکر میکنید قیمت نفت تا چه حدی کاهش خواهد یافت و آیا کاهش 30 تا 50% قیمت نفت رو پدیده موقتی و کوتاه مدت می دانید یا پدیده طولانی مدت و ماندگار؟ دکتر رنانی میگه من 8 سال پیش در کتاب پیش بینی کرده بودم که قیمت نفت تا بالای 100 دلار افزایش می یابه و چند سال در این نرخ می مانه و بعد شروع به کاهش می کنه و به تدریج تا سطح بالاترین هزینه تولید افت خواهد کرد. فعلا برای تولید کنندگانی که سهم قابل توجهی در بازار نفت دنیا دارند، بالاترین هزینه تولید حدود 35 دلاره. بنابراین در بلند مدت ما به سمت چنین قیمتی خواهیم رفت. اما البته حالا با عواملی که شرح دادم بخشی از این کاهش تسریع شده، جلو افتاد. پرسشگر میگه کف و سقف هزینه تولید نفت در دنیا چقدره و این هزینه برای ایران چقدر محاسبه میشه؟ آقای رنانی میگه هزینه واقعی تولید هر بشکه نفت در دنیا هم توسط تولید کنندگان تا حدودی محرمانه نگه داشته میشه و هم بسیار متفاوته. اما اگر تولید کنندگان عمده نفت رو در نظر بگیریم، پایین ترین هزینه کلی تولید هر بشکه نفت در دنیا حدود 7 دلار و بالاترینش حدود 35 دلاره. این هزینه برای ایران بسته به حوزه نفتی بین 5 تا 10 دلار برآورد میشه. پرسشگر میگه پس حد کاهش قیمت نفت رو کدام یک از این هزینه ها تعیین میکنه؟ آیا 35 دلار منظورش یا مثلا 10 دلار؟
آقای رنانی میگه کاهش قیمت نفت در دنیا تا سطحی ادامه پیدا میکنه که تنها تولید کنندگانی که پایین ترین هزینه تولید رو دارن در بازار باقی بمونن. باید به این نکته توجه کرد که در 10 سال گذشته به دلیل افزایش بهره‌وری انرژی و نیز سرمایه‌گذاری هایی که در انرژی های نو صورت گرفته، تقاضای جهانی نفت بسیار کمتر از میزان پیشبینی بالا رفته. اگه قرار بود تقاضای نفت متناسب با رشد فعالیت های اقتصادی جهان بالا بره، دست کم باید سالانه 3-5% تقاضا برای نفت افزایش میافت، چون تولید اقتصادی در دنیا در این حد هر سال افزایش یافته. ولی تقاضا در 10 سال گذشته افزایش جدی نیافته. در مقابل عرضه نفت هم در این مدت افزایش یافته. بنابراین از این پس کاهش قیمت نفت روندی ادامه داره، اگرچه احتمال داره به صورت محدود و موقت افزایش پیدا بکنه. مثلا اگه عربستان ناامن بشه و داعش به عربستان هم حمله کنه، ممکنه قیمت نفت تا 10 دلار بالا بره، ولی دائمی نخواهد بود. یا تنش در لیبی ممکنه قیمت نفت رو برای مدتی افزایش بده، اما اینا پدیده‌های ساختاری نیست، در حالی که کاهش قیمت نفت پدیده‌ای ساختاری است. پرسشگر میگه همانطور که در 10 سال گذشته غرب در حال چیدن سناریوهایی برای تسلط خود بر جهان بود، آیا ایران به دنبال راههایی برای پایدار ماندن نبود؟ ابتدای صحبتها هم اشاره کردید به اینکه پس از تدوین این کتاب در سال 87 5 نسخه از اون رو برای مسئولان وقت ارسال کردید. دست کم با هشداری که کتاب شما به مسئولان داده، انتظار می رفت اونها رو به فکر یافتن راهکاری برای مقابله با این روند انداخته باشه. آیا کتاب شما چنین تأثیری داشته؟ دکتر رنانی میگه فکر نمی کنم. ما در این سالها انقدر درگیر مسائل مناقشه اتمی و حواشی انتخابات سال 88 بودیم که یک استراتژی بلند مدتی رو دنبال نکردیم. تحریم ها نیز در این مدت اضافه شد و تونست بخشی از بازارهای صادراتی نفت ما را از بین ببره. پرسشگر میگه وقتی کتابتون رو برای مقامات فرستادید، هیچ کس واکنشی نشان داد؟ گفت رنانی میگه من کتاب رو در 5 نسخه برای 5 مقام ارشد کشور ارسال کردم. ارسال نیز به صورت دستی و از طریق برخی چهره هایی بود که به این مقامات دسترسی داشتند. مثلا نسخه آقای احمدی نژاد را به آقای دکتر رهبر که رئیس وقت دانشگاه تهران بود دادم و ایشان گفتن فردا با رئیس جمهور ملاقات دارم و تحویل میدم. یا اینکه نسخه رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس رو از طریق آقای دکتر محمد رضا بهشتی تحویل دادم. نسخه بقیه مقامات را هم از طریق افراد دیگری ارسال کردم. بعد هم پیگیری کردم و مطمئن شدم که کتاب به دست مقامات ارشد رسیده، اما تا امروز هیچ واکنشی از سوی این مقامات دریافت نکردم. یکی از این افراد که کتاب رو برای یکی از مقامات برده بود، شفاهن نیز کتاب و ایدئال اون رو هنگام تحویل توضیح داده بود. اون مقام گفته بود در مورد بازارهای نفت ما هیچ
ابزار و اختیاری نداریم. آمریکا بازارهای نفت رو کنترل میکنه و کاری هم از ما بر نمیاد. و در مورد مناقشه هم گفته بود غرب هیچ کاری در این زمینه نمیتونه انجام بده و مناقشه رو ما مدیریت میکنیم. پرسشگر میگه به هر حال امروز نفت بر مدار 50 دلار میچرخه، ایران چه راهی میتونه در پیش بگیره تا کمترین صدمه رو در کوتاه مدت از این کاهش درآمد ببینه؟ اینجا به بعد خیلی شنیده نیست. اینجاست که اهمیت این گفتگو رو باید دریافت و من اصرار داشتم شما این گفتگو رو بشنوید. پرسشگر میگه در حال امروز نفت بر مدار 50 دلار میچرخه، ایران چه راهی میتونه در پیش بگیره تا کمترین صدمه رو در کوتاه مدت از این کاهش درآمد ببینه؟ دکتر رنانی میگه الان دیگه کاری از دست ایران ساخته نیست. اولا نمیتونه صادرات نفت خودش رو کاهش بده چون نفتی نداره. درآمد این 1,400,000 بشکه نفتی که صادر میکنیم برای وارد کردن نیازهای اساسی لازم داریم و باید با تمام توان این میزان رو صادر بکنیم. از سوی دیگه ایران در مناقشه اتمی حتی اگر با غرب به توافق نهایی هم دست یابد، دیگه این توافق در بازار نفت تأثیری نخواهد داشت. اکنون بحرانی که داعش در منطقه ایجاد کرده اصلی ترین عامل سیاسی مؤثر بر بازار نفت و داعش بهترین ابزار برای وارد کردن شوک سیاسی به بازار نفت. غرب به خوبی با بحران داعش میتونه شوک‌های سیاسی مورد نظر خودشو بر بازار نفت وارد بکنه. پرسشگر میگه یعنی معتقدید غرب با داعش نخواهد جنگید و از حضور اون برای مدیریت منطقه سود خواهد برد؟ بله، به نظر من غرب با داعش برخورد میکنه تا جایی که خطر تهاجمش رو کنترل بکنه، اما به محض اینکه داعش کنترل و مدیریت شد سعی نمیکنه به هر قیمتی داعش رو از بین ببره. داعش یک ابزار سیاسی بسیار مناسب برای آمریکاست تا تحولات منطقه خاورمیانه رو مدیریت بکنه. بنابراین من گمان نمیکنم داعش نابود بشه. داعش مهار خواهد شد ولی نابود نمیشه. داعش تحت کنترل خواهد ماند تا هر زمان نیاز شد برای مدیریت سیاسی منطقه و برای مدیریت بازار نفت ازش استفاده بشه. پرسشگر میگه آینده ایران با این سطح از درآمد نفت یا کمتر از اون رو چگونه میبینه؟ این وضعیت چه تأثیری بر ساختار و کارکرد اقتصاد ایران خواهد داشت؟ به بیان ساده تر چه اتفاقی باید رخ بده تا به حاشیه رانده نشیم و جایگاهمون رو در نظام جهانی حفظ کنیم یا ارتقا بدهیم؟ دکتر رنانی میگه فرض بگیریم تقاضای جهانی نفت کاهش پیدا نکنه و ایران بخواد به سرعت سهم خودش رو در بازارهای جهانی نفت افزایش بده. یک زمانی ایران تا 4,000,000 بشکه نفت هم صادر میکرد، اما اگر به فرض بخواد تولید نفت رو به این سطح نیز برسونه، اولا توان فنی نداره و افت
تحت فشار شدیدی که در مخازن نفتی وجود داره اجازه تولید در این سطح رو نمیده. چه بدبختی ما، یعنی خودم رو عرض میکنم، که به امارتی این مصیبت ها رو برای صنعت نفت مملکتمون، من خودم رو دارم باز عرض میکنم، پاشنه آشیلی برای سقوط این نظام میبینیم. میگیم چون این چنین شرایطی هست بنابراین جمهوری اسلامی نمیتونه سطح تولید نفت رو ببره بالا دو مرتبه، دستش برسه به درآمدهای ارزی 7-8 سال پیش و پایه‌های ماندگاریشو مستحکم‌تر بکنه. جای تأسف داره ولی این واقعیتی است. برای خودم باز میگم یک بار دیگه، میگه فرض بگیریم تقاضای جهانی نفت کاهش پیدا نکنه و ایران بخواد به سرعت سهم خودش رو در بازارهای جهانی نفت افزایش بده. یه زمان ایران تا 4 میلیون بشکه نفت هم صادر میکرد، اما اگر به فرض بخوایم تولید نفت رو به این سطح هم برسونیم، اولا توان فنی نداریم و افت فشار شدیدی که در مخازن نفتی وجود داره اجازه تولید در این سطح رو نمیده. بنابراین یا باید چند هزار حلقه چاه بزنیم و سرمایه گذاری های عظیمی در حوزه استخراج نفت کنیم که سرمایه شو نداریم و فعلا هم سرمایه گذار خارجی حاضر به چنین کاری نخواهد بود، یا باید حجم عظیمی از گاز رو به مخازن نفتی تزریق کنیم که الان برای ما امکان پذیر نیست. اصولا افزایش تولید نفت در یک افق 7-8 ساله امکان پذیر نخواهد. در این حال رشد تقاضای نفت جهانی هم متوقف شده است. از طرف دیگه تقاضای داخلی برای نفت نیز در حال افزایش خواهد بود. یعنی ما هرچی تولید کنیم تو داخل خودمون باید مصرف کنیم و ما هر سال بخش بزرگتری از تولید نفتمون رو باید در داخل مصرف کنیم. ما در سالهای گذشته در بهینه سازی مصرف انرژی ناتوان بودیم، بنابراین با این روند بخش بیشتری از تولید نفت رو باید به تولید داخل اختصاص بدیم. بنابراین با توجه به این شرایط باید چشم از بازارهای جهانی بپوشیم و طرحی نو در اندازیم. باید ببینیم با این ذخایر نفتی چه باید بکنیم که خودمون رو در تعادل نگه داریم. یعنی باید وابستگی بخش‌های مختلف اقتصاد خود را به درآمد ارزی نفت کاهش بدیم و نفت رو منحصر کنیم به نیازهای داخل، ولی در عوض ببینیم از نفت به چه طرق دیگری میتوانیم استفاده کنیم، مثلا توسعه پتروشیمی ها و صادرات مشتقات نفتی یا تولید برق از نفت و صادرات برق. به این میگن صادرات نفت با سیم و نظایر اینها. پرسشگر میگه با حجم عظیم بدیهای دولت به نظام بانکی، پیمانکاران، صندوقهای بیمه و تعهدات پروژه های عمرانی ناتمام و نیز ساختار کنونی بودجه دولت، یعنی سهم بالای هزینه ها و تعهدات جاری، اساساً کارکرد بودجه رو چه میدانید؟ آیا سیاست گذاری مالی و اقتصادی دولت برای خروج از رکود، برای توسعه بلند مدت و تحقق اهداف سند چشمنداز معنا و وجهی خواهد داشت؟ دکتر رنانی میگه این کاهش درآمد نفتی با ثبات خواهد بود. با صادرات 1,400,000 بشکه در روز دولت حداکثر
25 میلیارد دلار درآمد نفتی خواهد داشت، یعنی معادل 70 هزار میلیارد تومان درآمد ریالی. درآمدهای مالیاتی دولت هم در خوشبینانه ترین حالت حدود 80 هزار میلیارد تومان برآورد میشه. پس این دو رقم درآمد اصلی دولت میشه، 150 هزار میلیارد تومان. از سوی دیگه دولت 45 هزار میلیارد تومان باید یارانه بده، 80 هزار میلیارد تومان باید حقوق دستمزد بده، 25 هزار میلیارد تومان هم باید به صندوقهای بیمه بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان کمک کنه. پس 150 هزار میلیارد تومان همین سه تعهد دولت هزینه در بر داره. پس کل درآمد نفتی و مالیاتی دولت میره بابت حقوق و یارانه. پس دیگه دولت در ایران حتی نمیتونه اگر آسفالت جاده کنده میشه درست کنه یا یک پل احداث کنه. بنابر این سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به صفر میرسه. به فرض اگر با عربستان هم روابط رو بهبود ببخشیم و این کشور رو به کاهش تولید و عرضه نفت متقاعد کنیم، حداکثر نفت به 60 دلار خواهد رسید. این یعنی درآمد دولت از محل درآمد نفت نهایتاً به 15 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا میکنه که باز هم چیزی تغییر نمیکنه. بنابراین اتفاقات جاری بازار نفت خوب گوش کنید. به مفهوم پایان مدیریت دولت در عرصه توسعه است. حالا دولت برای 6 میلیون بیکار چه میخواد بکنه؟ با هزاران پروژه ناتمام که اتمام اونها حدود 800 هزار میلیارد تومان بودجه میخواد چه میکنه؟ دولت با سالی 1 میلیون متقاضی کار جدید چه میکنه؟ با بحران آب، با بحران زیست محیطی چه خواهد کرد؟ با 200 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه به بخش خصوصی که بخش خصوصی رو زمین کرده چه میخواد بکنه؟ با صدها هزار واحد ناتمام مسکن مهر که اتمام اونها 150 هزار میلیارد تومان بودجه میخواد چه میکنه؟ بنابراین اگر دولت بتونه شرایط رو به گونه ای مدیریت بکنه که این مشکلات به بحران تبدیل نشه، خودش یک شاهکاره و باید دستش رو بوسید. از اینجا به بعد به نظر من دکتر رنانی که سیلی محکمی از واقعیات رو به گونه خامنه‌ای و رژیم اسلامی و مدیریت ناقص و ابلهانه این رژیم ظرف این همه سال زده، حالا میخواد یه جوری دلجویی بکنه. حق هم داره، با دلیری این مسائل رو تشریح کرده، حاشیه امنی رو جستجو میکنه. میگه به نظر میرسه به نقطه رسیدیم که دیگه دولت به تنهایی هیچ کاری نمیتونه بکنه. در این نقطه دولت در واقع تبدیل میشه به صندوق پرداخت حقوق و دستمزد. یا باید تن بدیم به سقوط اقتصادی و زمین ماندن تمام پروژه هایی که در سالهای گذشته سرمایه گذاری شده، یعنی تورمش رو ایجاد کرده و تولیدی ایجاد نکرده،
یا اینکه حالا چاره درد رو ببینید، یا اینکه نظام سیاسی باید یک پارچه و متحد برای نجات کشور به کمک دولت بیاید، یعنی باید انتخاب کنیم، اینجا رو گوش کنیم، بین قیام یک پارچه برای کمک به دولت و اصلاح ساختارها و حذف راندها و درمان فسادها، یا تن بدیم به آسیب پذیری تدریجی اقتصاد و پیامدهای آن. پرسشگر میگه این اقدام یک پارچه چه خواهد بود؟ چگونه میتوان به دولت کمک کرد؟ اول اینکه تمام امکانات اقتصادی که در اختیار سایر قواست، حالا میرن تو مسائل مورد اختلاف، اول اینکه تمام امکانات اقتصادی که در اختیار سایر قواست باید به پشتیبانی دولت بیاد، یعنی اول از همه نهادهای عمومی غیر دولتی که در کنترل دولت نیست و سرمایه آنها به چند صد میلیارد دلار میرسه باید شروع کنند مالیاتشون رو به دولت بپردازند. من در فاز دوم هدفمندی یارانها حساب کردم و پیشنهاد کردم اصلا فاز دوم رو اجرا نکنن، چون معتقد بودم افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش قیمت انرژی یا موجب تورم میشه یا موجب تعمیق رکود، و امروز طولانی شدن و تعمیق رکود را به دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها میدانم. در مقابل فهرست 20 نهاد را به دولت دادم و نشان دادم که اگر این نهادها مالیاتهای خود را به دولت بپردازند، کل کسری منابع دولت برای پرداخت یارانها جبران میشه. اما مسئولان گفتند که این فقره دست ما نیست. اینجاست که نظام سیاسی باید به کمک دولت بیاد. در هر صورت آنچه امروز در گروه های مختلف میبینیم حرکت یک پارچه در جهت موفقیت دولت نیست. در واقع همان گونه که وقتی جنگ نظامی داشتیم تمام قوای کشور در خدمت جنگ و گوش به فرمان فرماندهان نظامی بودند، امروز نیست که در واقع جنگ اقتصادی داریم، تمام قوای کشور باید در خدمت خروج اقتصاد از رکود و گوش به فرمان فرماندهان اقتصادی کشور باشد. پرسشگر میگه شما اشاره کردید به اینکه ما با عمیق‌تر شدن رکود مواجه شدیم، اما گزارش های اخیر بانک مرکزی از 3 ماه و 6 ماهی امسال نشان میده رشد اقتصادی داشتیم. این به مفهوم خروج از رکود نیست؟ آقای رنانی میگه نیمه دوم سال 92 رکود تعمیق شد. در ابتدای سال 93 اندکی انجماد کاهش یافت. با ظرفیت هایی که داشتیم بسیار بیشتر از این میتونستیم اقتصاد رو رشد بدیم. بین 3 تا 5% از رشد سالانه کشور ما طبیعی است. خروج از رکود محسوب نمیشه، چون سالانه حدود 5% به جمعیت نیروی کار ما افزوده میشه. یعنی اگر دولت هیچ اقدامی نکنه، هیچ تسهیلاتی نده و بگذاره اقتصاد کار خودش رو انجام بده، به طور طبیعی با رشد سالانه 5% نیروی کار باید 5% رشد اقتصادی داشته باشیم. پس رشد اعلام شده الزاماً ناشی از سیاست‌های خروج از رکود نیست. ما با همین ظرفیت های موجود در کشور تا 2 برابر حال حاضر هم میتونیم اشتغال ایجاد کنیم. شهرک های سنتی با 30% ظرفیت کار میکنند، یعنی اگر با 100% کار کنند اشتغال در شهرک ها 3 برابر میشه، ولی بازسازی این ظرفیت ها نیازمند بهبود فضای کسب و کار و ثبات شرایط سیاسی است.
شکست دولت یازدهم شکست آقای روحانی نیست، شکست آخرین فرصت‌های ملی ماست. فرصت دیگری برای آزمون و خطا نداریم. من به رغم اینکه با برخی از سیاست‌های دولت یازدهم موافق نیستم و به بازی نگرفتن طیف گسترده صاحب نظران و اقتصاددانان برای نجات اقتصاد را نقطه ضعف دولت می‌دانم، ولی معتقدم باید تلاش کنیم این دولت موفق شود. این گفتگوی آقای دکتر محسن رونانی با مجله شرق بود که نشان میده چه آینده سهمگینی در انتظار حکومت اسلامی است، تمامیت این حکومت فساد. البته با نهایت تأسف چه آینده سهمگینی برای مردم محروم مملکت ماست. بر همین اساسه که من ایمان دارم این وضع قابل دوام نیست. من ایمان دارم نمیشه این شرایط ادامه پیدا کنه. نمیتونن مردم بیش از این مسائل رو تحمل کنند، این مصائب رو تحمل کنند. بار مصیبت هاشون هر روز سنگین تر میشه. آقای دکتر رنانی میگه همه متحد مثل زمان جنگ در کنار هم قرار بگیریم. شدنیست؟ شما در نظام جمهوری اسلامی در زنان و مردانی که در این نظام به قدرت و به نان و آب رسیدن توان این از خودگذشتگی، فداکاری، ترجیح منافع ملی بر ترجیح منافع شخصی رو میبینید؟ آیا در تمامیت این نظام صاحبان اندیشه، افکار، کارشناسان همچون همین دکتر محسن رانانی آنقدر هستند که بتونن به یاری این دولت بیان؟ و آیا این دولت قادر به استخدام اونها هست؟ اونهایی که در تمام این سالها آزرد خاطر کنار گذاشته شدند؟ آیا مردم ایران با این حکومت بیعت میکنن، دست در دست این حکومت میگذارن، حتی در حد همان همکاری ها و همراهی ها در زمان جنگ؟ غیر ممکن است. این حکومت چنان زخم های بر دل ایرانیان نهاده که حاضرن به قیمت ویران شدن تتمه اقتصاد جمهوری اسلامی شاهد سقوط گردانندگان این مصیبت باشه. این اعتقاد منه. اینجاست علارغم این تصویر سیاه، من به آینده میهنم، نه آینده خودم، به آینده میهنم امیدوارم. از درون این مصیبت
آزادی ایران سر بیرون خواهد آورد. من ایمان دارم. ندارم چه ها میبینم و باور ندارم چه ها که میبینم و باور ندارم حذر نجویم از هرچه ملا بر سر آید در آید گو در آید در آید که بگذر ندارد و من هم که بگذر ندارم زد و من خوابم نبرده باز نه خوابم که سیر ستاره و مهتابم نبرده باز چه آرزوها که داشتیم و دگر نداریم خبر نداریم خوشا که از این بستر دیگر سر بر نداریم چه آرزوها که داشتم منو
قشنگ بود نه؟